ده‌ها تن از پناهجویان افغانستانی در اسلام آباد پایتخت پاکستان در اعتراضی با شعارهای ما را نجات دهید و کلید، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر مجامع بین المللی ذی‌صلاح را مورد خطاب قرار دادند. این معترضین بیش از 45 روز است که شب و روز و زیر آفتاب و باران به سکوت و بیتوجهی نهادهای حقوق بشر در قبال پناهجویان افغان اعتراض می کنند. مرتضی ملکیان، فعال حقوق بشر از اسلام آباد با ماست. آقای ملکیان سلام، وقت بخیر. سلام و وقت شما بخیر. سلام و خدمت بیننده های شبکه یک فارسی امام حسین، در خدمت هستم. سلام. آقای ملکیان، از جزئیات اعتراض پناهجویان افغان در پایتخت پاکستان برای بیننده های ما بگین و دقیقا از چه زمانی آغاز شد و هدف و خواستشون چیه؟ اعتراضات مدنی افغانهای مقیم اسلام آباد از تاریخ 31 از 28 حمل مطابق به 18 اپریل آغاز شده و بدون وقفه این اعتراضات ادامه دارد. هدف از اعتراض کننده ها است که باید کمیساری عالی پناهندگان، کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به کیس های اونها رسیدگی کنه. افغان هایی که بعد از سقوط حکومت افغانستان به پاکستان به دلیل ترس از گروه داعش و طالبان اینجا پناه آورده است، اینا خواستار رسیدگی به کیس هایشان از طرف اداره یونیسار هستند و در این اعتراضات که شامل کودکان، زنان، جوانان و مردان است، در یک جای مشخص خیمه تحصن زده و هر روز امونجا انتظار پاسخ از طرف دفتر سازمان ملل هستند. سازمان ملل و دفتر یون در قبال این گونه اعتراض ها چه مسئولیتی داره و مطالبات این گروه آیا صرفا محدود به افراد شرکت کننده است؟ سازمان ملل یا یونیسیار یا اداره یا کمیساری عالی پناهندگان مسئولیت دارد، چون یک چتر حمایتی است برای تمام پناهندگان در جهان و همچنان مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر بند 14 که پناهندگی حق قانونی هر فرد است، اینا باید به همه پناهندگان رسیدگی کنه. این مسئولیت ای اداره است تا روند قانونی این افراد را که چه قانونی چه غیر قانونی به کشورهای که فرار کرده است از ترس فرار کرده باید رسیدگی کنه و برای اونا پیار کارد یا کارد مهاجرتی به کشورهای مثل ایران یا پاکستان یا کشورهای دیگر باید توضیح شود تا اونا بتانن به شکل قانونی و یک روند قانونی رو تعیین کنند تا بتانن اونا از همه حقوقی که در کشور هاست بهره‌مند شود. بله آقای ملکیان، همچنان معترضین به تبعیض در برخورد با پناهجویان افغان و اوکراینی اشاره کردند. این اعتراضات تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ این اعتراضات تا زمانی خواهد ادامه داشت که از طرف بزرگان، از طرف مسئولین یونیسیار پاسخ قاطع دریافت کنند و اونا بگن که ما به قضایای شما رسیدگی صورت میگیرد. اینا یک اعتراض کرده بر روند کندی کار است. ماهاست مردم انتظار میکشند که حداقل کارت اداره مهاجرت دریافت کنند، ولی اداره کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پاکستان ادعا میکنند که به دلیل ازدحام بیش از حد ما نمیتونیم همزمان برای همگان در یک زمان کار توزیع کنیم. ولی هم یک مورد دیگه که اینا افغانهایی که در پاکستان امروز اعتراض کرده ایست که کشورهای مثل استرالیا، کانادا، انگلستان اعلان کرده که ما مهاجر از طریق دفتری یونیسیار میپذیریم. اینا خواستار این مسئله است که باید کیس های ما به کشورها ارجاع شود. تنها مسئله کاردم نیست، همچنان مورد حمایتی است. اینا در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. اینها کسایی هستند که جزء آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان بوده که امروز به کشورهای مثل ایران، پاکستان فرار کردند. و در قسمتی برخورد دوگانه باید یادآوری شوم که ای بدون شک کشورها در قبال افغانها با اوکراینی ها برخورد دوگانه کردند، ولی ای که یونیسیار چنین برخورد را کرده باشه و ما در جریان نیستم، به خاطر که ما با اداره مهاجرتی که در یونیسیار که در اوکراین کار میکنه ما در تماس نیستیم. مرتضی ملکیان از اسلام آباد با ما بودند.